من یک فرمایش حضرت امیر رو در ابتدای عرائضم براتون میخونم. حضرت در نامه پنجم نهج البلاغه خطاب به کارگزاران حکومت خودش ببینید چی میگه. آگاه باشید حق شما بر من آن است. یعنی یه حقی دارید شما مردم بر گردن من حاکمه. حالا خواه علی ابن ابی طالب معصوم هم باشه که جز اسرار جنگی، یعنی اسرار امنیتی به کنار، درسته؟ هیچ رازی را از شما پنهان ندارم. ببینید یعنی برید بگردید کل تاریخ رو، اگر عبارتی بهتر از این در حوزه شفافیت پیدا کردید برای من بیارید. این فرمایش حضرت امیر یا فرمایش رهبری. مسئولین باید مردم را و به خصوص نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنند. ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است. چون اگر ناکارآمد باشیم اعتماد مردمی سلب میشه. بزرگترین هزینه برای جمهوری اسلامی ایران نه تهدیدهای آمریکاست، نه یاوه‌گویی‌های اسرائیل. اینو من به شما بگم، هیچ کدوم اینا نیست، هیچ کدام اینها نیستش. بزرگترین تهدید برای جمهوری اسلامی ایران کاهش اعتماد عمومیه، سلب اعتماد عمومی از مردم. این فاجعه است اگه رخ بده عزیزان، فاجعه است اگه رخ بده. چون این کشور برخواسته از مردمه، هر جا گیر کرده مردم ریختن تو خیابون ماجرا رو جمع کردن. این کشور افتخارش به مشارکت های 70% 80% تو انتخاباته. اما اگر سلب شد این اعتماد عمومی، با چی میخوای خودت نگه داری؟ سر مردم خودت هم عملیات روانی کنی که نگهشون داری؟ با چه فرق میکنی شده یک کشور مثل کشور غربی؟ حالا اگه داعیه اسلامی هم داشته باشی بدتر. بی اعتمادی عمومی که امروز دوره افتادن همشون دارن میگن آی این اینجوری کرده، این دولت اون دولت اینا. همش به خاطر نبوده شفافیت اطلاعات. چون اگه شما خودت بدونی چیه و تحلیل صحیح داشته باشی، خود میفهم کی اشتباه کرد. تو رأی بعدی چیکار میکنی؟ گرا داری میگیری عزیزم، داری تیر میزنی، سه تا قلقی داری میزنی. خب سه تا رئیس جمهور بس دیگه. قلق دستت بیاد دیگه. ها سه تا انتخابات، سه بار انتخاب کردن فلان نماینده. شما انتخابات شرکت کردید و نماینده انتخاب کردید. نمایندتون داره چیکار میکنه تو مجلس؟ چیکار داره میکنه؟ میره تو جلسات، نمیره تو کمیسیون، چی میگه نمیگه، دیر میره زود میره، از این دفاع میکنه از اون دفاع میکنه، رأیش چیه برای من مهمه. این به من قول داده بوده اینطوری تصمیم بگیره، من بهش رأی دادم. اگه نفاق پیشه کرده باشه، اون طرفی رأی داده باشه، چی؟ از کجا میخوای بفهمی؟ هیچ سازوکاری دستت نیست عزیزم، هیچ. یه فرفر کاغذی دستت بشه فوت کن. بله همینه، این باید جلوش گرفته بشه، باید است و این مطالبه عمومی باید بشه. تمام دانشجوی که حرف بنده رو میشنوه، تمام حرفایی که دارم میزنم جز درخواست های و جز آرمان های این کشور بوده، جز فرمایشات رهبران این مملکت بوده، خواست قانون اساسی این مملکت، عقلانیت جمعی است که این رو میطلبه. هر جاش حرف باطل میزنم یه جواب همون بده مردی بابا. طبق اصل 110 فکر میکنم قانون اساسی میشه، تو وظیفه، تو وظیفه ملی داری لا مصب. بله به شهرت هم باید برسی، دولت تو رو در نظر میگیره تو انتخاب فرماندار، از تو سوال هم میپرسه، در انتخاب استاندار هم از تو سوال میشه. قبول، اینو عرض کنم، اما بسیار از نمایندگان مجلس من خوبی هستن، آدم دلسوزن. اما گفتم یه نفر مثل رائفی فرض کنید چیه؟ این وسط نخاله است. برای اون یه نفر دارم حرف میزنم و ما اون یه نفر هم میخوایم نداشته باشیم. حرفم بده؟ بسم الله. افزایش توقعات به وجود میاره، میدونید دیگه، شفافیت. به خاطرم خیلی دنبالش نیستن. وقتی مردم بدونن میخوان اینقدر درآمد نفتی بوده چی شد؟ نه مثلا اینطوری یه دو نشستن نمیذارن. اینا کیان؟ نمیدونی، چون سیستم شفاف نیست عزیزم، نمیدونی، چون نماینده تو نمیری ازش بخوای. اونم هیچ وقت خودشو پاسخ گوره. دم انتخابات 5-6 ماه قبل شروع میکنن،
مجلس ختمای تو شهرشون رو میرن، اصلا یک داستانی. اینقدر مضحکانه و تحقیرآمیز این رفتار که آدم دوست داره خودش رو خفه کنه. به خدا قسم الان میگه من دارم شفافه دارم، برو بگرد چیز رو نگاه کن، اسمش چیه؟ رادیو مجلس رو بشین گوش کن، بشین رادیو مجلس رو ملت بگن بخواه گوشه چه خبر ده داره اتفاق. این به درد نمیخوره. من میخوام مثلا بدونم کلن این اون نماینده، بله اون روز غایب بوده ها، تعداد اصلا نمیگه کدوم نماینده غایب بوده. بعضی موقع آخر رادیو میخونه غایبین، بعضی موقع میگه آقا حاضرین انقدر فلان انقدر، چه خبر؟ اما وقتی فرض بکنید این بره کامپیوتر خان باشه، درصد بده این نماینده انقدر غیبت داشته، انقدر موجه، انقدر غیر موجه، میگه نگاه کن ما رو به کی رأی دادیم، منو کدوم قبرستون دره داره واسه خوش میچرخه، مو غیر موجه یعنی چی؟ این ونوار و کوول مهمترین کارش اونجا چیه؟ دفاع از حق منه. آقایون در رأی گیری شرکت بفهمه. آقا خواهش میکنم آقای فلانی بیا بشین در رأی گیری شرکت کنه. بفرد بنشین رو صندلیتون. آقای موهبتی شما این جلو بشینید. خیلی معاون پارلمانی خوبی هستید، ولی صندلی دارید. بفرمایید. آقای عزیزی جناب علی رئیس کمیسیون هستی، سر جاتون بنشینید. بفرمایید آقایون، بفرمایید. آقای سلیمی بفرمایید. بفرمایید. احسنت. همه تون رو صندلی بنشینید، خوب گوش بدید تا مسئله حل بشه. آقای موهبتی صندلی دارید شما؟ بله. حالا باریکلا. حالا بفرمایید آقای آشنا. آقای عزیزی شما بفرمایید، خواهش می‌کنم. بفرمایید. بفرمایید. این گلدونا رو ببینید چرا گذاشتن تو مجلس؟ گلای گذاشتن برای اینکه جلو گعده‌هاشونو بگیرن. گفتن بیخ صندلی‌ها می‌شستن گعده می‌گرفتن. گلکاری کردن که این تصویر موقعیت ایران رو در دنیا به لحاظ شفافیت داره نشون میده. خب شما خوب میتونید ببینید. بله معروف به استاندارد CPI. خب این نقاطی که زرد هرچی کم رنگ تره بهتره، مثل کانادا، استرالیا، شمال اروپا، و هرچی به سمت تیره شدن، قرمز شدن میره چیه؟ بدتره. شما کشور ما رو میبینید که اوضاعش زیاد مناسب نیست. چند تا کشور آفریقایی ان الحمدلله خورد حالا آبرومند کردن ما رو. ما رتبمون 2013 144 بوده، 2014 شده 136، یعنی 8 رتبه چیکار کردیم؟ خوب شده اوزامون، بهتر شده. منتها 8 رتبه تو اون تعتعی ها اصلا کار سختی نیست، چون نمودار این شکلیه. اینجاست که آقا مطالبه باید بشه چیکار داری میکنی؟ داشتن رأی میذاشتن، گوش کن یه قانون دیگه که کسایی که این دولت الان توی این مجلس هستن دوره بعد به تایید صلاحیت نیاز بگید ندارن. یعنی چی؟ یعنی این که مصبه. چون میدونه خرابکاری کرده احتمالاً بررسی بشه بابت یه مسئله سر دزدی 3000 میلیارد تومانی. بعضی از کمیسیون‌های مجلس با سربرگ بعضی از کمیسیون‌های مجلس نامه رفته بود. طرف میگه من نمیدونستم، طرف اومده گفته من آقا دارم اشتغال به وجود میارم، اونم نمیدونم فلان، منم نامه دادم رفت. و چه کن؟ میگم خبرگی تصمیمات یعنی این. من نگفتم دزده ها، فهمی چی شد؟ گفتم خبره تصمیم، از سر خبرگی تصمیم نگرفته. اینا خیلی بده، خیلی بده. نماینده های سالم ما کم نداریم، عمومشون خوبن. اما گفتم اون یه دونه پدر سوخته که اون وسطه، مثلا رایفی پور رو بگه پیداش کن. حقوق عالی بدید به نماینده ها، لعنت خدا بر هر کسی بگه اینو حقوق ندید، سه برابر کنید حقوقشون، بهترین خونه سازمانی رو بهشون بدید، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه جز این که برام تو این صندلی بشینم مثل شیر از این سنگر دفاع بکنم. نه یه نفر دوره بیفته بعد از بقیه رأی بده. 23 قبلا صحنه مجلس زیاد نشون میداد، بعد دیگه مردم یه سری چیزا رو دیدن گفتن دیگه نباید نشون بده. این چه جور شفافیتیه؟ میگه که خوابش گرفته بود، میگه دراز کشیده بود، یکی گهده میگرفت، یکی آقا جون مادرتون بیاد رأی. چقدر شنیدید اینا؟ آقا در بابا تو اون دکمه رو بزنی یا نزنی ممکنه چیزی اینور اونور بشه، یه پول اینور اونور، دل شیر دارید والله. دوستان نماینده هم در صندلی های خودتون مستقر باشید که ما رأی گیری داریم. بفرمایید. عزیزان در صندلی هاتون مستقر باشین. دوستان نماینده در صندلی هاتون باشین. بفرمایید. بفرمایید آقایون نماینده در صندلی هاتون مستقر باشین. آقایون نماینده میخوام کارت بهتون توضیح کنیم. بفرمایید. بفرمایید آقایون. بفرمایید آقایون. نمایندگان محترم بفرمایید در صندلی هاتون. همکاران محترم در صندلی ها باشن. دوستان نماینده در صندلی هاتون باشید، میخوایم کارت ها رو توضیح کنیم. بفرمایید آقایون.
بفرمایید چرا اینجوری ایستادین؟ بفرمایید کارتو میخوام توضیح کنیم. بفرمایید آقایون. آقایان نماینده، آقای تجری بفرمایید. بفرمایید آقایون در صندوق. آقای کوچک نجات بفرمایید. آقای افضلی بفرمایید. بفرمایید آقایون. آقای اسدپور بفرمایید. بفرمایید در صندلیاتون. آقای عزیزی بفرمایید. آقای زنور بفرمایید. آقای سبحانی فر بفرمایید. بفرمایید. دوستان در صندلیاتون مستقر بشین. بفرمایید آقایون. آقایان این راه رو ایستادن بفرمایید در صندلیاتون بنشینین. بفرمایید. خانوما بفرمایید. بفرمایید دیدی بفرمایید صندلیاتون بشین. آقای حضرتی بفرمایید. بفرمایید کارتو میخوام توضیح کنم. آقای بازنی بفرمایید. شما اگر رو صندلیاتون نباشید نمیتونن کارتو رو توضیح کنن. بفرمایید در صندلیاتون مستقر باشید. دوستان در صندلیاتون مستقر باشید. خب اینم ببینید وقتی مردم شفافیت بده خود مسئولین شروع بشه، اینم جالبه در نوع خودش. اینم نماینده یکی از نماینده مجلسمونه. بله، حالا من یه مثال های دیگه هم میخواستم بزنم. ببینید ما به مردم میگیم که بگید چقدر دارید که ما ببینیم شما استحقاق دریافت یارانه رو دارید یا ندارید. اگر یک کسی از ما پرسید که در این دولت چند تا وزیر هستن که ثروتشون از 1,000 میلیارد تومان تا 800 میلیارد تومان هست، آیا حاضرند این وزرا بیان بگن چقدر دارن، چه جوری دارن، از کجا به دست آوردن و الان چه وضعیتی دارن؟ بالاخره اگر قراره که اطلاعات رو داشته باشن خود حکومت باید بیاد اطلاعات رو نخیر. بله نخیر عینی اینا یعنی چه جوری ما از مردم توقع داریم بیان بگن؟ بعد مدیران ارشد اجرایی کشور نه نماینده به اصطلاح وزرا، نمایندگانش هم همینجور. یعنی ما که یه تصریع اصل 142 رو داشتیم که همه به اصطلاح مسئولین سیاسی باید حساب و کتاب اموالشون رو قبل از مسئولیت و بعد از مسئولیت تحویل بدن که معلوم بشه که مردم درس میده کاملا. بعد پیش قدم بشن، حکومت باید پیش قدم بشه. چی شد؟ ایشون نماینده مجلسه، درسته؟ داره ادعا میکنه تو برنامه زنده تلویزیونی که برخی از وزرا داراییاشون چقدر بوده؟ 800 تا 1000 میلیارد تومان. تو به مردم میگی بیا بگو چقدر میگیری که من به یارانه ندم، چرا خودت شروع نمیکنی؟ دو حالت داره، یا راست میگوید یا دروغ. دروغ میگوید به سلابش بکشید. چرا تشویش از اون عمومی میکنه؟ راست میگوید حرف حساب داره میزنه. 1,000 میلیارد تومان میبینی چقدر پوله؟ از کجا آورده؟ تحصیلش از کجا بوده؟ چطور این حاصل شده؟ بعد ایشون در انتها میگه نه فقط دولتی ها، نماینده های چی؟ مجلس هم بیان بگن خدا پدرتو بیامرزه. خب بیاد همینو انجام بدید، تو بر ما میگید بیاد انجام بدید. طی روزهای گذشته همکاران عزیز بنده ماده چند رو تذکر می‌کنم؟ اصل 142 رو بارها تذکر دادن در مورد ارائه دارایی وزیران و اقوامشون و حضرت عالی یا رئیس جلسه فرمودید که به قوه قضاییه باید ارائه بدن. طبق اصل 84 هر نماینده میتونه در همه مسائل داخلی خارجی کشور اظهار نظر کنه. بنده وقتی میشنوم میگن فلان وزیر 700 میلیارد دارایی داره، معلوم نیست از کجا به دست اومده، طی چه زمانی به دست اومده، و الان من نماینده باید رأی بدم به این وزران عزیز که فردا به عنوان وزیر انتخاب بشن. خب قوه قضاییه مسئول در مورد اینجور مسائل در آینده میخواد نظر بده. وقتی من اطلاعات دقیقی نداشته باشم، وقتی میشنوم 700 میلیارد در طی 7 سال 8 سال به دست اومده و با توجه به شغل این عزیزان، با توجه به مدتی که در اختیارشون بوده، قابل قبول نیست. از روی کدوم اطلاعات، از روی کدوم مسائل بتونم رأی بدم؟ من خواهشم از حضرت عالی و هیئت رئیسه اینه که این مسائل به طور شفاف در اختیار نماینده ها قرار داده بشه که الان ما میخوایم انتخاب کنیم این عزیزانو و بتونیم از روی اطلاعات و آگاهی کاملی انتخاب. وقتی این نیست، اقتصاد مبتنی بر رانت اطلاعاتی شکل میگیره. هر کی بیشتر خبر داره بیشتر میچاپه. چی میخواد بره بالا قبلش خبر داره، کجا میخواد اتوبان بخوره قبلش خبر داره. مثال هاشه. از کجا باید این لوپ نکبت رو جلوش گرفت، از کجا باید باش برخورد کرد؟ من بهترین جایی رو که پیشنهاد میکنم که ترکیبی از حاکمیت و مردم میشه کجا؟ مجلس.
دولت مردان که باید بیان، من مثل شفافیت دارایی بن انجام بدن. اگه قانونه ریاست من بدونم آقا یه وزیر پول داره 1000 میلیارد داره نوش جونش از راه درست در آورده. چرا نمیار بذاری؟ وقتی نمیذاری میگم لو دزده. حق منو بدونم بابا، من رأی دادم. بی انصاف. خدا شاهد سر صراط خیرتو میگیرم. خدا شاهده میگیرم سر صراط خیرتو. این ازم برمیاد دیگه. این سایت ایالات متحده امریکاست، سایت گاوتراک. این کسیه که طرحو ارائه داده. به وضوح شما دارید راحت میبینید این فردا. میگه ری تکست، میگه متنو بخون. اینو این آقا ارائه داده، بزن همون لحظه بخون فایل وردشو ببین. آقا من حرف دارم در مورد این تر. کال کانگرس، به کنگره تماس بگیر. نگاه کنید حضور غیاب ایشونو داره میگه. میگه این آدم از 1999 تا 2015 فقط 58 تا رأی نداده از 5383 تا رأیی که باید میداده. فقط چقدر؟ 53 تا، که خیلی عالیه. جاهایی که حضور نداشته رو ماهاشو میتونی در بیاری. از 1999 تا 2014 میبینی زده، خب تا آخر 2014 زده. ببین این جاها حضور نداشته. من چقدر راحت میتونم تحلیل کنم این آدمو. اینجا رو نگاه کنید، کشور تونس. تونس ما نتونس چیکار کرده؟ زده این خانم 94.5% نسبت حضور غیابش بوده، 0% غیاباش غیر موجه بوده، بقیهش که میشه 5 و نمیدونم نیم چقدر میشه، 5.14 موجه بوده. یعنی چی بوده؟ مأموریت بوده از سمت مجلس. بعدی پارلمان اروپا، فقط هم از آمریکا نه، کل دنیا رو براتون میچرخم. آفریقا رفتیم دیگه، الان قبلش کجا بودیم؟ تونس بودیم دیگه، درسته؟ الان رفتیم تا اروپا. شما نگاه کن تمامش کاملا واضح و مشخص، متن پی دی اف و وردشو بزن بگیر، خب ببینم کیا چی گفتن. همش مکتوب میشه. بله فنلاند قیافه یارو زده، یعنی هر کدوم قابلیت کلیک داره، میزنه این رئیس مجلسشونه، اینم رنگاشون هم حزبشونه. اینجا همه رو گوشه سمت چپ پایین تصویر مشخص کرد از کدوم حزب. عراق نصف مملکتشون دست خودشون نیست، الان که شما داریم با هم صحبت میکنیم نصف مملکتشون دست خودشون نیست، این مجلسشونه، مجلس نواب. نوشته مجلس نواب یعلن عن اسماء الاعضاء، خیلی ریزه اینجا برام، متغیبین فکر کنم نوشته عن جلسه رقم فکر کنم 34 میشه، 34 اینجوری میشه 34 اليوم ليوم السبت، روز شنبه، فی یوم فلان زده. بزن ببین کیا بودن کیا نبودن. شما ببینید در مجلس کنیا کاملا مشخصه کیا رای دادن کیا رای ندادن. سلکت میکنی اون روز رو انتخاب میکنی، میگه اینا مخالف بودن اینا موافق بودن. روسیه رو شما ببینید، میگه برای این انتخابات فور، یعنی برای 304 نفر رای مثبت دادن، یک نفر رای منفی داده، یک اکثریت قسمت زیادی هم خدمت شما عرض کنم رای ممتنع نبوده، تعداد زیادی رای ندادن. ببینید قشنگ نمودار میکنه برات. من پیشنهادم اینه خود نماینده های مجلس یه سایت بزنن، شفافیت داوطلبانه. چی شد؟ خود نماینده مجلس بیان بگن آقا ما میم اعلام میکنم وعده انتخاباتیمون، مثلا تو بعدی دوم، مثلا من دارایی نماینده است خیالش راحته، میگم من دارایی من اعلام میکنم. خب شفافیت چی؟ اجباری نه، چیه؟ داوطلبانه. عملا میشه همون اجباری عزیزم. وقتی یه نفر بیاد اعلام بکنه بقیه هم ملت میگن تو چرا اعلام نمیکنی؟ مخالفت شکل خواهد گرفت. دو، نماینده مجلس نمیخوان اون بکنم، من نمیذارم رو حساب یه چیز دیگه، ولو شده یه نماینده بدین کارو بکنه. دو، صدا و سیما بیاد. آقا زنگ بزنید صدا و سیما، ایمیل بفرستید صدا و سیما، صدا و سیما رو آسی کنید، بگید ما از صدا و سیما میخوایم برنامه تلویزیونی قبل از انتخابات، من همینو به رئیس صدا و سیما فرستادم، این درخواستم، برنامه میخوام شفافیت وعده‌های انتخاباتی باید مشخص بشه. به ترکیب استان سایت بزنه، استان زد خراسان شهرآباد بشه، مشهد سبزوار نیشابور چی فلان، کیا شرکت کرده این وعده هاشون اینجا هست. بعد توی صدا و سیما اگر نماینده شد برو خرشو بگیر. این کلام رهبریه، نمایندگان ما وعده هایی ندهند که دو سال بعد شرمنده شوند. باید بخواید فوقش میخوام ببینم بگیرم، بیا بگیرید، میخوام چیکارم کنید تو این زمینه. ما بس دیگه، بس
بعد کدوم حرفم برخلاف قانونه؟ کدوم درخواستم برخلاف قانونه؟ اسمش وکیل منه. وکیل یعنی چی؟ یعنی میره عوض من حرف میزنه. من نباید بدونم وکیل داره عوض من چی میگه؟ ای این آقا عجب آدم، میخواست رأی بگیره برای ما چه حرفایی زد. بعد نگاه کن رفته چطور با این طرح مخالفت کرده. آراء اعضای کمیسیون ها به طرح لوایح باید در بیاد، کی مخالف بوده کی موافق. بعد تو صحن چی؟ حضار صحن علنی مجلس من باید ببینم کیا. دو، مشروع مذاکرات صحن علنی مجلس که به صورت رادیویی میاد، هم رادیویی هم تصویری هم مکتوب، باید در دسترس باشه. باید، اینا باید در دنیا. آراء نمایندگان در صحن علنی مجلس باید من بدونم. الان چی دکمه رو میزنن؟ اینقدر موافق اینقدر مخالف، کی به کی رأی داده معلوم نیست. شفافیت آراء نمایندگان در صحن علنی مجلس، انتهای فرایند قانونگذاری میشه چی؟ همینه. بسیار هم حائز اهمیته که متاسفانه معلوم نیست، حتی بعضی موقع گلدونی گرفته میشه. مثلا میبینی طرف باید بدونیم اینجاست که ما تعلیم اعلام موضع مشخص میشه، وقتی دارن وزیر استیضاح میکنن اون موقع تازه معلوم شه کی رأی داده کی رأی نداده. یعنی چی شفاف؟ آقا من از این وزیر خوشم نمیاد به این دلیل. نه، نکنه وزیر اومده دم تو دیده. خب این میشه اون لابی شکل گرفتن، لابیگری مد نظر. به واسطه مجلس شفافیت حقوق و مزایای نمایندگان، حقوق، مزایا، سفرها، مأموریت‌ها. ببین یعنی که داستان اینه، مثلا نماینده با دولت می‌بنده، من یه مأموریت یه ماه بفرست منم هوا تو دارم تو مجلس. نماینده با مثلا خانواده اگه بشه بریم چی بگی آدم؟ نماینده داشتیم رفته، متاسفانه و با افتخارم اومده بود تعریفم می‌کرد که سیسمونی شد تو فرانسه وقتی می‌رفته توی مغازه می‌چرخیده مثلا برای سیسمونی بچه‌ش مثلا چی تهیه بشه. و تو داری حقوق میگیری بری اونجا دنبال سیسمونی بگردی؟ خب و درخواست بدی دست دوست ما بخواید هر کسی حرف اونجا شرعن گردنتون دیگه. حداقل کاری که آقا زنگ بزن برابط عمومی دست دوست ما، ایمیل بده، اس ام اس بفرست. خب بگو آقا ما میخوایم وعده های انتخاباتی شفاف بشه، توی سایتی بیاد برای مردم قابل رجوع باشه، 10 سال دیگه هم خواستن برن بتونن ببینن. الان ساختار مجلس ما اینجوریه. بله، عدم شفافیت قرمز، رنگ زرد نیمه شفاف، رنگ سبز شفاف. منابع هزینه انتخاباتی کاملا غیر شفاف، ترکیب هزینه انتخاباتی کاملا غیر شفاف، وعده انتخاباتی غیر شفاف، مسائل مالی، درآمدها غیر شفاف، دارایی چقدر پول داره من نمیدونم، سرمایه گذاری کج. اصلا شما برو بزن، من اوباما رو زدم نوشته بود یه وام گرفته 30 ساله، وام رئیس جمهورشون معلوم بود. بعد دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار داره، جای چی؟ هیچی خبر ندارم، نمیدونم. مطالبات و دیون چقدر بدهی داره بنده خدا، خبر ندارم. بله، هدایای دریافتیش نمیدونم، تعارض منافعش رو نمیدونم، هزینه‌های نمایندگیش رو نمیدونم، توصیه نامه و لابی‌هاش هم نمیدونم. همش غیر شفاف. فوق‌العاده است. این فرایند تصویب قانون، پیشنهاد طرح غیر شفاف، حضور و غیاب در کمیسیون غیر شفاف، حمایت از طرح شفاف، منتها گفتم متنش چیه؟ پی دی اف، یعنی شیوه ارائهش غلطه. شفافه این، بله، سبزه. مذاکرات در کمیسیون غیر شفاف، حضور و غیاب در صحن نیمه شفاف. بعد رادیو گوش کنی ببینی چی به چیه، اسمون لابی رو میکشی، بازجویی داره انگار میکنی. مذاکرات در صحن علنی نیمه شفاف، ارائه طرح‌ها و لوایح غیر شفاف. میره کجا؟ شورای نگهبان. حضور و غیاب در جلسات شورای نگهبان غیر شفاف برای ما. مشروع مذاکرات غیر شفاف. ارائه آراء به طرح‌ها و لوایح غیر شفاف. میره مجمع تشخیص. حضور و غیاب غیر شفاف. مشروع مذاکرات غیر شفاف. آراء به طرح‌ها و لوایح بازم چی؟ غیر شفاف. الحمدلله. خب ما حرفمون با نمایندای عزیزمون اینه، اگر وکیل مردم هستید، حرف آخرم 5 دقیقه گوش کن، اگر وکیل مردم هستید و خالصانه برای مردم کار میکنید، مسیر ارزیابی کارتان را برای مردم باز کنید. ما میخواییم و حق مردم رو بهشون بدید. حضور و غیاب، آراء خودتون رو برای مردم آشکار کنید، مشخص کنید کدوم طرح‌ها رو به کمیسیون بردید و مذاکرات کمیسیون‌ها رو برای مردم پخش کنید. نیازی نیست مثل خیلی از کشورهای دنیا فیلم زنده پخش کنید، نخواستیم. برای مردم همین فایل چی میگه آرشیویشو بذارید، مکتوبشو بذارید، مکتوب مشروع مذاکرات تو توی کمیسیون رو بذارید، فیلمش هم نخواست
چقدر ما مظلوم. یک قانونی هست به عنوان قانون انتشار در 1388، الحمدلله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 و البته به اجمال به تصویب مجلس رسید. تو آذر ماه 1393 برخی از آیین‌نامه اجرایش تصویب شده. تنها قانونی از شفافیت ابعاد اداری و سازمانی تو کشورمونه، در حالی که خیلی هم از عملکرد و خروجی سازمان‌ها، برنامه‌ریزی و هزینه کرد و قراردادها، تعاملات و غیره تو این آیین‌نامه مخفول مونده. تنها قانونمون اینه. آقایون بجنبید. معرفونه. یا نماینده‌ها خودشون اعلام کنن یا صدا و سیما بیاد جلو که بهترین حالت خود نماینده‌است. ما نماینده خوبی داریم. من با چند تا نماینده صحبت کردم، گفتم حاضری بیای وعداتو بگی؟ گفت معلومه. گفتم حاضری بیای داراییاتو اعلام بکنی؟ بعضیشون همون لحظه گفتن بله که من اعلام میکنم، دزدی که نکردم که. بعضیا یه خورده مکس میکردن، میگفتن برامون عواقب داره. گفتم چیکار کنیم؟ یه موقع یه سری چیزا تو کشور ما خط قرمز بود، دیدید هیچی نبود. ببین برنامه 90 چقدر راحت اومد سر خط قرمز رو شکون در مورد بی خود. آقا بله بعد داوری کرده، میارن داور میشه شفاف، عقب جلو عقب جلو، سناسته لب خونی میکنه، فوش برات بیرون میکشه. خوبه خوبه، ایرادات زیاد داره برنامه 90 و پدر سوختگی هم توش کم انجام نمیشه بهتون بگم، اما من خوشم میاد از این برنامه. در مجموع شفاف داره میکنه حوزه فوتبال ما رو در ورزشمون. بقیه جهان باید همینطوری باشه. پس چی شد عزیزان؟ نماینده خودشون نشد صدا و سیما، که ما صدا و سیما میخوایم انجام بده، نماینده خودشون میرن آبرو مندی بیشتری داره. و در حالت سوم که مردم، حداقل شما دانشجویان عزیز، جوانای عزیز که حرف منو میشنوین، توی استان خودتون، شهر خودتون از نمایندتون بخواید بگو وعده‌هاتو بنویس امضا کن، من بد رأی میدم به این شهر.